مرگ، کلمه‌ای که تا حالا هممون حداقل یه بار بهش فکر کردیم. این تن نحیف و سادتونو که انقدر الان داریم بهش میرسین، میدونستین که بعد مرگتون چه اتفاقایی قراره واسش بیفته؟ این سری از مواردی که میخوام براتون بگم، باید بدن بیرون از زمین باشه و در معرض خورشید و باد و حیوانات مختلف قرار بگیره و اگه توی جایی مبوس باشه و حالا چیزی اگه روش افتاده باشه، داستانش یک ذره متفاوت هست، اما بازم این مراحل رو بدن آدم طی میکنه. با من همراه باشین که بهتون بگم بدن شما بعد از مرگتون چه مراحلی رو طی میکنه واسه تجزیه شدن. و ببینین این بدن که اینقدر به خودش میرسه و یه وقتی پوستم نسوزه و ال نشه و بل نشه و فلان، چه اتفاقی واسش میفته. پس لایک رو بزن، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله هم فشار بده که اولین نفر از کلیپ های باحال من خبردار بشی. و دوست عزیزم، خواهش میکنم منو حمایتم کن، نیاز به حمایتت دارم. مراحل تجزیه هر موجود زنده‌ای به این شکله: تجزیه اولیه، تورم، فساد فعال، فساد پیشرفته و استخوان ماندگی. مرحله تجزیه اولیه از 1 تا 4 روز بعد از مرگتون واسهتون اتفاق میفته و توی این حالت تجزیه جسد با خودکافت سلولی انجام این یعنی این که خود سلول با آنزیمای خودش باعث تجزیه خودش میشه و طی این مرحله چون شما بدنتون اکسیژن نداره و از اکسیژن خالی شده، شروع به صفر شدن پوست، عضلات و اکثر جای بدن میشه و اسم اینو جمود نشی هم حتی گذاشتن. مرحله دوم، تورم. توی این مرحله با رشد و تکثیر باکتریایی که توی بدنتون بوده، بدن یه حالت بادکردگی پیدا میکنه و گازهای نسبتاً بدبویی مثل چی بگم، دیوکسید کربن، متان و یا نیتروژن توی بدن شما تولید میشه و همین علت میتونه کرما رو و حشرات رو به سمت شما، شمایی که البته جسدی، جمع کنه و همین باعث تجزیه سریعتر شما هم میشه. و توی این مرحله که با تجمع خونای بدن توی یه سری از قسمت‌های خاص، مثلا به سمت زمین، براساس جاذبه دیگه، به سمت زمین رد خون مردگی روی بدن شما معلوم میشه. مرحله فساد فعال، این مرحله از بقیه مراحل خیلی مهمتره. میدونی چرا؟ چون که بیشترین تغییر رو یک جسد توی این زمان واسش اتفاق میفته و به این صورته که پوست و عضلات بدن به صورت مایع در اومده و دیگه کم کم استخوناش دیگه داره تقریبا نمایان میشه. مرحله بعدی، مرحله فساد پیشرفته. توی این مرحله اکثر چیزای بدنمون تجزیه شدن، مثل چربی ها، مثل عضله ها، اینا همه تجزیه شدن و از بین رفتن و پوستمون اگه توی فضای بازی باشیم بر اساس حشرات و اون بادا و نوری که خوره روی پوستمون یک حالت چرمی این شکل مانندی، البته این چرم گاوه، چرم آدم نیست، خلاصه حالت چرم رو گرفته به خودش. توی این لحظه شما هنوز غضروفای بزرگ بدنتون مونده و چون داخل بدن چیز زیادی واسه تجزیه شدن نمونده و همه رو یا کرما خوردن یا سوسکا خوردن، سوسکای بزرگتر وارد عمل میشن و این غضروفا رو میخورن و تمام میکنن. مرحله آخر، مرحله استخون ماندگی. تو این مرحله فقط از شما یه چند تا استخونه که مونده. توی این مرحله که برسی شما هیچ چارچوب خاصی وجود نداره که بدونیم چند سال طول میکشه که استخون تجزیه بشه، به اون شرایط اونجا بستگی داره. اما تنها ردی که از شما مونده گیاهایی هست که از دور شما رویده، به این دلیل که بدن شما ماده های معدنیش ریخته به خاک و باعث شده که گلوگیه ها در بیان. دوستان، زندگی ما خیلی کوچکتر از اونه که بخوایم با قصه همش رو جمع کنیم.
و بخوایم خودمون رو اذیت کنیم. پس سعی کنین از زندگیتون لذت ببرین و شاد بشید، اما در سایه درستی و اصولش. از نظر شما کدوم به شدت ترسناک بود و آیا تا حالا جسد از نزدیک دیدی؟ حتما برای من تعریفش کن. ممنون از اینکه تا اینجا همراه من بودین. لایک، سابسکرایب فراموش نشه و حتما زنگوله رو بزن که از ویدیوی من با خبر بشی. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. خدافظ.